حسن آبشناسان شیر صحرا، فرماندهی که صدام شخصا برای سرش جایزه تعیین کرد. وی فقط با 8 نفر کلاه سبز در دشت عباس کاری کرد که رادیو عراق اعلام کرد که یک لشکر از نیروهای ایرانی در دشت عباس مستقر شده است. او طی نامه‌ای به صدام حسین او را به نبرد در دشت عباس فراخواند. صدام یک لشکر به فرماندهی ژنرال عبدالحمید معروف به دشت عباس فرستاد. عبدالحمید کسی بود که در اسکاتلند از این ایرانی شکست خورده و 7 شده بود. پس از نبردی نابرابر و طولانی عراقی ها شکست خورده و او شخصا ژنرال عبدالحمید را به اسارت می گیرد.